Zara, my sister. بله، بارش تگرگ همکنون در حال بارش تگرگ هست. هواشناسی اعلام کرده که برف میخواد بباره ساعت 3 بعد از نصف شب. انشالله ما شاهد بارش برف باشیم. خیلی دیگه سال برف نیومده، انشالله که امشب بیاد. مریم اومدی عروسی با شوهرش اومد اینجا باباش اومد اینجا پیش بوده با هم. سیستم خواب اینجا و اونجا فرق میکنه. سیستم خواب اینجا یکی پاش رو یکیه اینطوریه در همیه شب به من میبینی کنه کامل تام میخوره سر تام میشه وری بر میرن دیگه نعمت
و من در حال صحبت کردن با هموطنانمون در خارج کشور هست. خانم رمضانی از نروژ، ببخشید از هلند. نروژ من از خانم هست ببخشید. الان ساعت 11:04 کم شب نزدیک به نیمه شب. بارش برف داریم، انشالله آدم داشته باشه برف بیشتر بخباره. اونو دو تو بیم، تخمه دو تو بیم آبا فتی بیم نه دروازه دروازه بوم بیشیم گستم، اتفیق اوزی، اتفیق زلیم، اتفیق اوزی آها برزه؟ علی بابی بابی سرد بابی سرد بابی تو بیا تو بیا تو بیا بابی عزمی عزمی بابیم بابیم خدا دام به 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 عذاب برفیه من خواستم بلند بس بیا 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 خود بوسی لباس جمع پوشی
نه 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 مو جوری نمیخوام. بیا 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 نه نه تلای من این تو خیلی اینا خیلی هر تو نیخوام خب بیا بقیلم بیرون بیرون بشی بسم الله الرحیم Sen ben filo. گلوله برفی گلوله برفی باز میکنن بچه علی ازگامش کنن یا چلو
کویش کنی نه کویز گامش کنی بذم نه اول فاز یک گلوله برفی خورد سرش بیا بنا اول فاز بیا بنا سر رواست بود بیا بنا از یک کنه بیا بنا یک گلوله اینه بیا بنا یه زاشه این زاش ای یه چی بیا آه 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 ودا ودا آب داره هرچه بخوره دردش یاد اوی چی بیا Thank you.
بخندم. مامو های ریز خان میشه یا جوی نمتا پا نمتا پاسم دو ماشه باشد ریاض خان دوست داریم. ریاض خان عزیز دوست داریم. لویس و میرنا از فلوریدا، زهرا از عراق، دیگه یادم باشه این دو روز دیگه مشغول بودم. شری از ایالت اورگان، یادم یاد باز دوباره مریم داره اگه مترجم برای تو ترجمه کنه. یکی از بینندگان از من سوال کرده بود که در رابطه با رسم عروسی برای ما توضیح بده. عروسی مراحل مختلفی داره. بابا چند تر ساکنی؟ عروسی های مناطق ما تفاوت های با همدیگه دارن. من رسم ایل خودمون رو دارم به شما توضیح میدم. بابا سب کن.
تونه دیم اول پسره یه دختری میبینه مگه با خانوادهش مشورت میکنه، میگه دختر من میخوام شما سلادیتون چیه؟ این دختر چطوریه؟ یه تحقیق کنین. میرن تحقیق میکنم یه دختر چطوره، بعدش هم که اگه که پسندیدن یه نشون یا یه پیغام بهش میدن، اگه که پیغام رو پذیرف و قبول کردن خانواده عروس، از طرف خانواده دوماد یه نشون براش میبرن. نشون براش نه، حالا بستگی داره، همون لحظه مراسم یه کاغذ به عنوان قباله گرفته میشه و قباله چی گرفته شد و بعد میتونه بره محضر و مراسم عقدش انجام بده. بعضی میرن بدون سر صدا تو محضر عقد میکنن، بعضی ها میان سرمایه دارن و نمیرن چی، با تجملات برگزار میکنن. این برای مراسم عقدش. بعد از عقد در این بین که من دارم میگم، خانواده با هم در ارتباط هستن، یه وقت میرن خونه هم دیگه رد و بدل میشن، اوور ایور میرن خونه هم دیگه میرن برای که بهتر آشنا بشن، ولی دیگه در نهایت مراسم عقد چه انجام شد، بعدش مراسم عروسیه. قبل از مراسم عروسی میرن خونه دختره، میگه ما باید میخوام عروسی کنیم، این فوایی چیزای دیگه هست که مثلا یه وقت یه چی از دنیا رفته باشه، یه چی از اون قبیلشون اینا، مثلا میرن تا یه مدت بگذره بعدا عروسی میکنن، چون که میگن به احترام اون خانواده که غم دیده اینا با اون همدردی میکنه. ولی در عروسی ها اینا چه رفتن خونش، میگه ما میخوایم بیایم، میگه چقدر باید یه مقدار پولی تحویل میده برای چی؟ برای اون جهیزیه ای که میگیره، اسمش گذاشتن شیربها، چون که میگن شیربها، گفتن شیر. من فقط میدونم اون پولی که داره میگیره یه چیزی هم پول روش میذاره، مبلغی شاید زیاد باشه، شاید کم باشه، شاید همون مبلغ باشه، دیگه برای دختره جهیزیه میگیرن. الان هم که جهیزیه گیرون شده و برای دختره جهیزیه میگیره خانواده عروس، خانواده دوماد هم عروسی میکنه، یه پولی هم باید تحویل بده به خانواده عروس، از طرف خانواده دوماد به خانواده عروس تحویل میده، یا پول میده یا هم میوه و خشکبار و گوسفندی بزی هرچی داره براش میبره، برای روز عروسی اونجا هم یه روز اون خانواده عروس خرج داره چه مردم رو به تله و عروسی برگزار میشه. هر کسی در حد توان خودش پول میده. اینجا خویشاوندان نزدیک به هم، اگه بزغاله‌ای، بزی، گوسفندی هر چی داشتن برای خانواده دوماد میبرن. اینی که داره میبره برای اون، این به عنوان یه طلب هست، به عنوان یه قرض حسنه ای هست، یه قرض بهش میده، عروسی پسرش انجام میده. فردا که او یکی چه برای این گوسفند برده عروسی پسرش بود، اونم موظف برای پسر این بیاره، یعنی
یه طوری قرض به هم دادن. دیگه عروسی که برگزار شد، حالا من چون که دارم اینطوری میگم که مترجم میدونم سر صداش در میاد، دارم خلاصه میکنم. عروسی برگزار میشه و یه تو مراسم عروسی حنابندون هست. حنابندون مثلا برای کمک به خانواده دوباره، چون که در این بین خیلی خرج کرده، یه کمکی میشه که این که میخواد الان بره خونش یه مبلغی داشته باشه، میونه این همه پولی که خرج کرده یه مبلغی بهش برگرده. یه این به عنوان حنابندون. بعدش هم که دیگه میان خونه، بخت و زندگی همچنان ادامه داره. آرزوی خوشبختی برای همه زوجین عزیز و بزرگوار. الان مریم داره غذا میپزه برای عروس دوماد ببره. یکی میخواد غذا بپزه برای عروس دوماد ببره، یعنی مریم به خانواده عروس نزدیکه. عروس توی ده دیگه اومده به یه ده دیگه، از مثلا یه فاصله تا اینجا فاصله داره، روستا اونا تا این روستا فاصله داره. میخواد براش رو غذا بپزه و عروس دختر برادر مریم هست. دوماد هم که از عموزادهای من است، همون عروس هم با من خوشاوندی داره. چون که حالا شاید از لحاظ چیزی درست نیست، ولی ما اکثرا ازدواجمون فامیلیه، از لحاظ علم درست نیست. بله با دیداری دوباره بدرود عبالفز عشقزی مریم برای اداره که به ها هلو روبن از شیلی. شیلی آه زهرا گفته بود که داور من شما رو دنبال میکنم، کانال شما رو دوست دارم، میخوام با شما بگم که در جام ملت‌های آسیا داور ایرانی استرالیایی است در بازی مقابل تیم اردن به تیم کشورم ظلم کرد و به دلیل اخراجش ایمن حسین بازیکن تیمش را بازی را باخت. ما امیدوار بودیم که مقام اول برسیم، اما داور ایرانی به او ظلم کرد زیرا او متنفر است. انشاءالله شاهد ظلم بهبودی خواهم بود. همچنان کار شما رو دنبال می‌کنم. شما فردی محترم است. یا عراق اردن فکر کنم. آره عراق خط شده؟ نمیدونم. من تلویزیونمون شرایط چیز نداشت، بازی ندیدم. انشاءالله که هیچ کسی مورد ظلم واقع نشه در هیچ جای دنیا. یعنی ما دوست نداریم که کسی ظلم بشه. من دوست ندارم، من اصلا من دلم میخواد همه در آرامش زندگی کنن و برای همه مردم دنیا روزگار خوشی آرزومند.
حافظه من درست همه شعر گیتا شاید درست کار نمی کنه نه چند یعنی به من گفته بود سلام به من برسون و من این کار نکردم خودش از بزرگواری خودش ما را ببخشه. من دارم خداحافظی میکنم باز دوباره میام. با از بری بگیره باز چه ها می اینجا عادت بود بر من پیرمرد دوم شانس اونی اگه خرس خیبر اونی بازی چه دوائی بچه بسه بازی چه دوائی بچه شانه هم بازی بازی که دو آه چیقه من حکی را بخش باز کنی سر مشکل الان سی دوگو و چی خیلی درست کنی آدم برفی؟ بابا چی دونه راست کنی؟ برفی چی دونه راست کنی؟ مو چنونه؟ همه مو دونی؟ برای حوی زیمن تو بیونی؟ هی حوی زیمن بیلای دتا چون میخوابنی دتا دستش از های آده برفی؟ الان سیری دارم سکو ای خوابه این دوستی برا چه بچه امیلی سی دستش امیلی سلام آده برفی یه جردی درام نه خواهی چلاشه خوصی خنده اش تو بینی؟ خنده نیچه چه؟ نه نه بعد نفت بزرگی داره امی خواهی زیجاب نفتش باید بزرگ سای نفتی ما آدم برفی درستش هم نیم کرا کرا کرا
خوشی ده سالش؟ ماتیک و قینا ده سالش؟ ده سالش؟ ده ماتیک خواه میخواه؟ ده ماتیکی خواه نه ده نه بیا یه ده سال؟ یه ده نه مزا ده سال چه بیا؟ کویی جا کویی سیک دسترش با اندازه ای بود دونو ایسی خیلی چون با ایخ جا کویی سیکی خوش سیکی ستا باب تو قرار داده آفدینی دو قرار خوبه؟ آسه ها شایدی شایدم چی فجورت خود؟ والا خوشه جمع کن مست آتو سایی آقلا لاسه ده ده سهل چبابل اونم چبابل اونم استره لازم خیلی و ضابط پیاس چنین چه تایلی چی شده که نون بادم نبیلی زیره تشمه بوسترش اینجا نمسته باید آجی همه سینه چه؟ هیچی سینه نمسته چه؟ اینجایم روغه کنسته شما نه؟ آه جلی زن خواه دینو نه انزشته نه آسان بود آسان یا دینو تشکون نه من برای فیلم بنام بکنم با ایلو باستم تالی باستم چی خواه من نه منی تو چه بسای تا زور پرده شو بینه نه تو نه شو نکی چی شو کنم ده همه خواهی همه با بی خیلی با ده خمه دستم ده خمه دستم دست نمیش که
رمش کسی بره تموم شد زومش ها بیازدی جنسشون چه دو دیلیسته شربه هایی چی نید باشی؟ باش الوسی دیلیسته پر پرشه الوسی امور تنم با الوسی دور شهر نیده کار دیلیسته